پاکستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. توانا بود، ارکی دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. دلوی او بخون که خدای پنامه گران و قدران دوستانو سلام علیکم هیله ده چه رو خوشحال هورا موسیی او دنن رزی دی پوهن رناده پی خبرونه دیر خیراغل است زی مریم اسمایل ارسالایم او دا خبرونه تاست دی آریانا افغانستان دی نریواله شبکی سخورنده کام خدای دکری چه دنن رزی دی پوهن رناده خبرونه مرمومت هم ستاسو استفاده و روسی بینندگان عزیز و ارجمند برنامه دانش روشنایی است برزوی صحت و سلامت شما برنامه امروز آغاز می کنیم امیدوارستم شاد و صحتمند باشین و باز هم هفته خوش و پرثمره را در کنار عزیزانتان به خوشی و آرامش سپری کرده باشین و امیدوارستم که از برنامه امروز ما استفاده شایانه کرده بتانین دوستای عزیز ارجمند قسمی که میبینین فیسبوک لایف هم هستیم میتونین که دوستای عزیزی که از طریق فیسبوک میبینن اگر برنامه را در صفحاتتان شریک بسازین خوشحال میشم بخاطر برنامه موضوعی برنامه باز هم یک موضوعی مهم است دی وقت زمستان و هوای سرد و که ریزش ها و سرماخوردگی و فلو زیاد است حتی از مریضی کرونا کرده هم بعضی فلوها آنقدر شدیدتر و خراب است که بسیاری تعداد زیاد داره بسیار زیاد مریض ساخته از اندازه زیاد و فکر کردیم که وقت خوب باشه که در این موضوع در مورد واکسین فلو و یا انفلونزا یا فلو شات صحبت داشته باشیم و باز هم بسیار خوشحال هستم که همکار بسیار خوب برنامه ما محترم دکتر سب اوریا که در سن انتونیوی تکساس پرکتس دارن و همیشه وقت گران به های خود در اختیار برنامه ها بگذارن امروز باز هم حاضر شدن که دعوت مر بپذیرن و در این موضوع بسیار مهم و اساسی که در این وقت سال بسیار برای همه ما شما ضرور است صحبت کنن دکتر سیم محترم سلام خوشحال هستم که با ما هستین خوش آمدین تشکر مریم جان من هم سلام به حضور شما و بینندگان شنوندگان گرامی تقدیم میکنم بسیار تشکر دکتر سب دکتر سب محترم اگر در آغاز لطف کنین بگوین که فلو یا انفلونزا چی است و در وقتی که شما موضوع را تشریح میتین من به فیسبوک هم چک میکنم که دوستای ما اگر سوال داشته باشین دوستای عزیز البته میتونین که شما هم اگر سوال داشته باشین به روی صفحه تلویزیون با وقتی صفحه فیسبوک زیر برنامه سوالاتن هم شما هم مطرح کنین بفرمایین دکتر سب انفلونزا که به نام فلو یاد میشه و این نباید با ریزش اشتباه شود یک مرض فوق العاده سری سیستم تنفسی است که توسط یک ویروس خاص به نام انفلونزا ویروس شیوع پیدا میکند و مخصوصا در فصل زمستان و زیادتر بینی گلو و میتونه حتی در بعض حالات ششاره مصاب سازه و این میتونه مرض یعنی اعراض و علائم مرض از خفیف تا بسیار شدید و حتی در بعض حالات بسیار خطرناک و کشنده هم باشه و همونطور گفتیم عامل از این یک ویروس خاص است به نام انفلوئنزا ویروس در باره انفلوئنزا ویروس باید بگم که انواع مختلف ویروس ها میتونه امراض طرق تنفسی عمومی را به وجود بیاره که یکی از اینا انفلوئنزا ویروس است و انفلونزا ویروس مشخص که ما سرش گپ میزنیم در مجموع 4 نوع از انفلونزا A انفلونزا B انفلونزا C و انفلونزا D
و ای تو انفلونزا اول را که گفته انفلونزا A و انفلونزا B ای بنام سیزنال انفلونزا یا انفلونزا فصلی یاد میشه. و در امریکا چون همه چیز میخوان خلاص بسازن بجای انفلونزا او را فلو میگن. و ای متفاوت است از ریزش. ریزش هم یک مرض طرق تنفسی عروقی است که از باعث ویروس های دیگه مثلا راینو ویروس یا پرن انفلونزا ویروس یا ویروس های دیگه میتونه عین عروض علائم مشابه اما خفیفتر باعث شود. بله بسیار خوب. پس برای هر کدام بازیست که تداویش مختلف می باشه، زمان مناسب برای تزریق واکسین انفلونزا چه وقت خواهد بود و از کجا می توانیم واکسین تهیه کنیم به دست بیاریم؟ چون صحبت امروز ما زیادتر فوکس سر مسئله واکسین، سر مسئله وقایه یا پیشگیری مرض است. بله. مخصوصا برای فامیلا این موضوع بسیار مهم است، برای اینکه در فامیلا اشخاص مسن‌تر از 50 سال هم وجود داره و اطفال نوجوان یا اطفال کوچک که اینا گروه از اشخاص هستند که در ریسک بلند ابتلا به این مرض قرار دارن. و یعنی واکسین فلو برای همگی بسیار مهم است که اول دلایلش را توضیح خواهد کردیم. چون و این مرض است که هر سال میاد. یک موضوع که باید خاطر نشان بسازم که فلو سیزن فلو یا چون سیزنال فلو گفتیم یا فلو یا انفلوئنزای فصلی در کره شمالی فصل انفلوئنزا از ماه اکتبر یا نوامبر تا ماه اپریل است و در کره جنوبی معکوس هست از ماه می تا ماه اکتبر. یعنی کسایی که در استرالیا هست یک فصل کاملا متفاوت هستن و در امریکا از اکتبر تا اپریل. مسئله از این که چی وقت باید واکسین گرفته شد و در کجا گرفته شد، اول خب واکسین برای همگی توصیه میشه. اطفال از 6 ماه بالاتر تا هر سن و سال، یعنی هیچ لیمت بالایی برای سن وجود نداره. بله. از طب 6 ماه و بالا برای همه که توصیه میشه، مخصوصا اشخاصی که سنشان بالاتر از 50 است. بله. بسیار مهم است خانمای حامله فوق العاده مهم است که واکسین خود را بگیرن، چی در وقتی که حامله هستن یا در وقتی که شیر میدن، یا حتی بهترین شمی است که حتی در فصل انفلوئنزا اگر اینا حامله پلان دارن که حمل بگیرن بسیار خوب است که واکسین خود را پیش بگیرن. دیگه اشخاصی که یعنی زیادتر اشخاص هستن که یا vulnerable هستن، اشخاص آسیب پذیر هستن، اما تو گفتیم اطفال چون سیستم معافیتیشون ضعیف است. بله. اشخاص 50 ساله یا بالاتر از اون، اشخاصی که به هر سن و سال باشه اما امراض مزمن طرق تنفسی را داشته باشن، مثلا اشخاصی که آزما دارن، چی طفل است چی کلان است، توصیه میشه که واکسین فلوی خود در فصل زمان مناسبش بگیره. دیگه اشخاصی که امراض مزمن شش دیگه مثل COPD یا Chronic Obstructive Lung Disease دارن. بله. امفیزیما یا مثلا Chronic Bronchitis اینا باید بگیرن. اشخاصی که امراض مزمن قلبی دارن مثلا congestive heart failure یا عدم کفای احتقانی قلب دارن، اینا باید بگیرن این واکسینه. اشخاصی که امراض مزمن گرده دارن. بله. یک موضوع رو باید خاطر شما بسازم، ما شما وقتی که امراض یا از مرض ایدز گپ میزنیم برای ما یکانه مرض است که ایمیونو دیفیشنسی چون نامش هم از ما گرفته شده acquired ایمیونو دیفیشنسی ویروس. اما اشخاصی که ذکر کردیم یا تمامش در گروپ اشخاصی میه که سیستم معافیتی از جا ضعیف است. بله. مثلا اشخاص مسن، خانم حامله، کسایی که استروید میگیره به صورت دوامدار برای هر مرضی که میگیره، اشخاصی که پیوند اعضا پیشان اجرا شده مثلا پیوند گرده یا پیوند اعضای دیگه پیشان اجرا شده، برای اینکه این اشخاص معمولا دوایی را میگیرن که سیستم معافیتی رو باید تضعیف بکنه، برای سیستم معافیتی انسان او عضو رو میخواد دفع بکنه
به این خاطر سیستم معافیتی رو باید تضعیف بکنن و این دوای سیستم دوایی که بخش داده میشه که سیستم معافیتی رو تضعیف بکنن طبعا سیستم دفاعی وقت تضعیف شد ویروس ها میتونن به بسیار آسانی انسان مریض بسازن. یعنی یک گروه اشخاص هست که باید این واکسین بگیره. در کدام وقت بگیره؟ بعد فصل شروع فصل انفلوئنزا، چون ما در اینجا گپ میزنیم ما نوامبر است، اما واکسین توصیه میشه از ماه سپتامبر و تا آخر اکتبر باید همگی واکسین خود گرفته باشه. این شکل ایدئالش است، اما پیک مرض از ماه دسامبر تا ماه فوریه است. به اون خاطر حتی اگه یک ماه هم مانده باشه باز هم به سرخ بس، مخصوصا پیش اشخاص که در این گروپ فوق، گروپ های فوق ذکر کردیم که اشخاص آسیب پذیر هستن، اینا واکسین خود بگیرن. واکسین بسیار ساده است. من توضیح خود دادم که چند نوع واکسین وجود داره، اما گرفتنش یا به شکل زرقی است یا به شکل سپری بینی است که در دو صورت هر کدامش خب سپری بینی یک محدودیتایی داره که صحبت خود کردیم. مهمی است که واکسین گرفته شود هر نوعش که باشه، نه تنها برای محافظت خود، برای محافظت دیگر هم. برای از که باز مردم میگه خب من جوان هستم، صحتم کاملا خوب است، هیچ مرض ندارم، هیچ دوا نمیگیرم، من چرا باید واکسین بگیرم؟ چندین دلیل داره. یکی به خاطر خودشان، اشخاص صحتمند هم میتونن مریض شوند، اما یک خطر دیگه که هست یه که اشخاص صحتمند ممکن ویروس بگیرن بشه اعراض بسیار خفی باشه یا هیچ اعراض نداشته باشه و اینا ویروس برای دگاه انتقال میده، برای اطفال در خانه انتقال میده، برای اشخاص مسن انتقال میده، اشخاص مسنه که آسیب پذیر هستن. همونطور گفتیم امراض مختلف وقتی که سن بالا رفت امراض مختلف انسان میداشته باشه یا دوای مختلف میگیره که باعث تضعیف سیستم معافیتی میشه. به خاطر خود و به خاطر دگاه باید بگیره که دگاه رو مریض نسازه. حالا یکی واکسین رو در کجا بگیره؟ واکسین به بسیار آسانی در دسترس همگی است. چه پیش دکتر خود وقتی که پیش دکتر مریض میره و این توصیه میکنم ارشد توصیه است که وقتی پیش دکتر میره نرس ازشون پرسان میکنه از مریض که آیا شما میخواین واکسین تو نبگیرین؟ این جواب آسان نیره باید آدم نگیره. آدم باید بگه که بله من واکسین خودم میگیرم، واکسین بسیار ساده است، زرق عضلیش فقط چند ثانیه رو در بر میگیره و اون تو اعراض جدی هم نداره، اعراض جانبی جدی نداره و خود در کلینیک دکتر خود میتونه بگیره. در این فصل انفلوئنزا میتونه در شفاخانه وقت بستر هستن بگیره، میتونه مثلا در جامعه وقتی که در جای میرن مثل مغازای والگرینز یا سی بی ایس یا دیگر مغازایی که درست شده است، یعنی دوار میتونه آدم بخره، در کل از یا موجود است. حتی در بعض جا مثلا در جای اجتماع یک گروپ می اطلاع میده برای همگی کسایی که واکسین نگرفته اونا رو واکسین میکنن و اکثرا رایگان است، کل از این توسط انشورنس کبر میشه. یعنی مهمی است که به خاطر پیشگیری انفلوئنزا برای خود و برای دیگرا آدم باید واکسین بگیره. بسیار خوب. خب دکتر سیب از این صحبت هایتان یک دو سال دیگه با ما پیش ما پیدا شد. یکی که گفتین که وقت واکسین مثلا در اینجا ماه نوامبر است، آیا بخاطر آب و هوا است؟ بخاطر چی هست که گفتین که چون هوا سرد میشه مریضی زیاد میشه، باز می خاطر است دلیلش؟ اونطور که پیشتر گفتم در نیمکره شمالی همین ماهی را که گفتیم از ماه نوامبر تا اپریل و در نیمکره جنوبی در از ماه می، بله او را فهمیدم، ولی این حاله آیا بخاطر هوا معافیت ما پایین میره؟ چطور است که ماهی در این وقت زیادتر چون؟ در اوستوا میتونه در هر فصل سال موجود باشه و ما میبینیم که چقدر سفرها زیاد است. بله. مردم میرم یک نفر کافی است که چندی نفر دیگر مساق بسوزن. بله. چرا در فصل زمستان زیاد معمول است؟ این به ارتباط سوال جواب سوال شما، اولی است که این در هوای سرد
شویش زیادتر است به چند دلیل. یکی است که مردم در اجتماع وقتی که جمع میشن در یک محیط سربسته، برای اینکه هوا سرد است، کلگی در جای سربسته و این جایی است که وقتی که یک نفر مصاب باشه این به هوا پراگنده میسازه، وقتی که سرخه میکنه یا عدسه میزنه این به هوا پراگنده میشه و یک کس دیگه همین هوا را تنفس میکنه و یک روی دیگه هم است، مثلا یک آدم عدسه میزنه یا سرخه میکنه، این ویروس در حبابای بسیار کوچک چند میکرون این در هوا انتقال میکنه، یک جای میشینه، مثلا بالاخره یک جای میشینه، اکثر میز میشینه یا در مثلا دستگیر دروازه، یک کسی که حدسه زده شرفه کرده دست خود گرفته دروازه رو واز میکنه، ویروس در اونجا میباشه، کسی دیگه همونجا تماس میکنه و این ویروس طریق دخولش از روی غشای مخاطی است. وقتی که میگن که چشمتان نمالین یا مثلا بینیتان دست نزنین یا دانتان دستان نزنین پیشی که دستان رو پوشوین، دلیلش همیست که اینجا غشای مخاطی است. وقتی که آدم رو تماس میکنه ویروس میتونه داخل شود و چون ویروس زودتر از طریق طرق تنفسی داخل بشه بینی، گلو و بالاخره میتونه به پایین برمشوش. دلیل عمدهش همی است که در هوای سرد چیز زیاد است، شیوش زیاد است. یکی از دلایلش همی است که اون رشد خوب میکنه و دیگه تکثر رشد تکثر و دیگه در محیط سربسته زیادتر مساعد است که یک نفر برده انتقال بده. و اگه یک تصور نادرست یا مسکانسپشن است که بعضی ها فکر میکنن که اگر بسیاری ها میگن که ما که واکسین میگیرم من زیادتر مریض شدم و بعضی ها میگن که وقتی که اگر به ویروس اکسپوز باشین و ویروس باشه و شما وقتی که واکسین بگیرین بسیار زیادتر مریض میشه، در این قسمت روشنی پرتین به خاطر که بسیاری ها از امون خاطر واکسین نمیگیرن. بله، این مسکنسپشن یک تعداد مردم به شکل وظیفوی تبلیغات غلط میکنن و یک تعداد دیگه ناگهانه به شکل غیر آگاهانه امیره در جامعه پخش میکنن. یک مسئله که واضح هست اینه دکتر هیچ ضرورت نداره که به مریض معلومات نادرست بده. واکسین فلو هیچ وقت باعث فلو نمیشه، باعث مرض نمیشه، یک چیز ثابت شده است. به خاطر از اینکه دو نوع واکسین وجود داره برای فلو هم عمدهش، یکی ایست که واکسین چی است؟ واکسین یک ماده، یک میکروب ضعیف شده است یا میکروب کشته شده است و یا یک ماده مشابه ما میکروب است که ایره انتیجن میگنه، این قسمت هایی که میتونه باعث تولید انتیبادی در وجود ها، اما قسمت ها رو میگیرن از یک واکسین میسازه یا مثلا خود میکروب میگیرن از بین میبرن میکشنش، یعنی میکروب فعال نیست. در یک شکلش به نام Live Attenuated Influenza Vaccine که او را بازخواد گفتیم، در اونجا شکل ضعیف شده میکروب است که او را اشخاص مشخص باید نگیره، اما شکل عمدهش که زیادتر استفاده میشه شکل زرقیش، این میکروب کشته شده است. معمولا که انسان مرده برای کس ضرر رسانده نمیتونه، اینمی قسم میکروبای مرده هم برای کس ضرر رسانده نمیتونه، اما در چیزی که در جامعه شایع است مرده هم در جان آدم بسیار ازش میترسن و میکروبای کشته شده هم. به هیچ صورت واکسین باعث ازش شده نمیتونه و این ثابت شده، چون واکسین انفلوئنزا، انفلوئنزا دفعه اول زمانی که در سال 1918 میلادی در بنام سپانش فلو باعث مرگ 50 تا 100 میلیون انسان شد و وقت شاید نفوس جهان شاید از 2 میلیون کمتر بوده باشه، یعنی یک مرض بسیار جدی است انفلوئنزا، این میتونه کشنده باشه. در امریکا حداقل سالانه احصایی یکی دو سه سال آخر نیست، اما به صورت اوسط اگه آدم ببینه بین 35 یعنی بین 28,000 تا 52,000 در 2015 تا بالا که احصای وجود است تا 2019، یعنی این سال متفاوت از 28,000 گرفته تا 52,000 نفر تنها از سبب انفلوئنزا در امریکا مردن با تمام اهتمامات وجود داره. دیگه به ارتباط جواب سوال شما باید بگویم انفلوئنزا باعث مرض نمیشه و شکل ضعیف شدهش که است او به می دلیل است که ممکن پیش کسایی که سیستم معافیتی ضعیف داشته باشند پیش از او بتونه باعث مرض شود، او را توصیه نمی کنند. کسایی که انفلوئنزا
سپری را که در طریق بینی سپری میشه، کس برای کسایی که مثلا نگه من سوزن خوش ندارم، از سوزن خوشون نمیه، پیچکاری خوشون نمیه، این کسایی هستن که سن 2 ساله تا 49 ساله میتونید بگیره. چرا دیگر را گرفته نمیتونه؟ کسای دیگه گرفته نمیتونه که اطفال که سنشان کمتر از 2 است، اشخاص که سنشان بالاتر از 50 است، دیگه خانمای حامله توصیه نمیشه. اشخاص را که پیشتر گفتم که سیستم معافیتیشان ضعیف است، برای از اینکه چون این میکروب کاملا کشته شده نیست، تضعیف شده است، یعنی به اون خاطر این توصیه نمیشه. اما این وکسینه که بسیار معمول است که زرقی است، زرقش یا زرق عضلی است یا زرق انتردرمال یا در داخل جلد. داخل جلد سوزن های فوق العاده نازک استفاده میکنن، یعنی کسی که از سوزن میتر ساعت او رو احساس هم نمیکنن. به اون خاطر این یک مث یک سوی تفاهم است که بعض آگاهانه و بعض غیر آگاهانه در جامعه پخش کرده که خود وکسین باعث فلو میشه. وکسین کشته شده نمیتونه باعث فلو شود. دلایل وجود داره پیش کسایی که میگن که جدی میگن من تا که وکسین نگرفته بودم هیچ مریض نبودم، وکسین گرفتم مریض شدم. دلایل داره اصلا. دلیلش این است که تنها فلو نیست، انفلوئنزا نیست که باعث اتو احراز علائم میشه، و دیگه حتی خود فلو هم میتونه بگیره. برای از وقتی که وکسین فلو داده میشه، وکسین یک میکانیزم داره و اونی است که وقتی که وکسین داده میشه، سیستم معافیتی امی چیزی که پیشتر گفتیم که یا میکروب کشته شده است یا میکروب تضعیف شده است یا یک قسمت از میکروب است که انتیجنسیتی داره، یعنی ضد خود تولید کرده میتونه، انتیبادی تولید کرده میتونه در وجود انسان. اینا وقتی که داخل وجود انسان میشه، وجود انسان، سیستم معافیتی انسان، این من حیث نان سلف میشناسه، یعنی یک چیز اجنبی است و مقابل از این عکس العمل نشان میده و جلات میه و این شناسایی میکنه. مثل که در ملکت اگر یک کسی بیگانه داخل میشه، پلیس سرحدی او را میگیره و او را شناسایی میکنه، باز تسلیم مقامات دیگه میکنه. این عین سیستم در اینجا است. وقتی که یک وکسین داخل میشه، وجود فکر میکنه که یک ویروس است، یک میکروب دیگه است، نظر نو وکسین. مقابل خب اجرات میان، اجرات سفید خاص هستن که را شناسایی میکنن، مقابل بدگه اجرات اطلاع میدن که اینم که یک ویروس یا یک جسم اجنبیه که باید اینجا نمیموند وجود داره. اجرات دیگه هست که بنامه بی سلیات میشه و این اجرات اینمی کوده برسو میده، اجرات تبدیل میشه بنامه اجرات دیگه بنامه پلاسما سلیات میشه که این در حقیقت فابریکای ساختن انتیبادی و فابریکای ساختن انتیبادی تبدیل میشه که این انتیبادی یا ضد از این ویروس هم میسازن و این و میلیون ها وقت کی را میسازه. خود طبعا این خوب برای عزیز مثل که عسکر را آدم ترین میکنه، یک دشمن ساختگی است بر وقت جنگ و دشمن واقعی میباشه. این عسکرای وجود اینمی انتیبادی را ساختن آماده است. وقتی که انسان معروض میشه به میکروب اصلی یا میکروب زنده، اون وقت است که حمله میکنن، این میکروب از بین میبره. یعنی میکانیزم ازی همی است. آن این وکسین که بسیاری مردم ادعا میکنه که ممکن واکسین باعث انفلوئنزا شود، دلیل اولی است که بس گفته میکروبای دیگه هست که اعراض مشابه میدن، ممکن باشه و دیگه برای سیستم معافیتی انسان همین پروسی را که گفتم که شناسایی میکنه، پروسس میکنه و مقابلش انتیبادی میسازن، اینی در حدود 2 هفته را میگیره و در این 2 هفته ممکن اگر شخص معروض به انفلوئنزا شود وجود نمیتونه از او دفاع بکنه. بسیار خوب. و دیگه مگه ویروس های دیگه باشه مقابل از اونو هم نمیتونه دفاع بکنه. یعنی در این وقتی که واکسین میگیریم ما نوزم باید بسیار احتیاط کنیم و قلن برمی 1-2 هفته اولش که اگر هنوز آماده از این نیستیم که دفاع کنیم به شکلی که باید شاید باید دفاع کنیم. خب مسئله عزیز که آدم همی اهتمامات پیشگیری و وقایع همیشه پیش آدم باید باشه. بله. چی وکسین گرفته باشه چی وکسین نگرفته باشه، خب برای اینکه هر سال وکسینی که ساخته میشه او به مقابل یک انواعی که زیاد در جامعه معمول است، انواع ویروسی که زیاد در جامعه معمول است، به مقابل از او وکسین میسازن.
اما ممکن دیگه ویروس ها هم دنگه باشه، به اون خاطر همیشه بسیار خوب است برای نظافت اجتماعی هم. که وقت انسان صفحه میکنه یا در آرنج خود صفحه کنه و اینست که یک دستمال که ایره کبر کنه و او را آجل دسپوز کنه. دیگه مسئله شستن دست ها، برای که وقت انسان عدسه میزنه طبیعی همون دفاع ازی است که دست خود پشت دان خود میگیره و این مواد میتونه که میکروب داشته باشه و این دست وقت به هر چیز میزنه، به کامپیوتر میزنه، کسی کلید کامپیوتر را باز تچ میکنه یا در مثلا همین قلف دروازه را دست میزنه یا هر چیز دیگه که دست میزنه ممکن کسی دیگه گوره تچ میکنه با او هم انتقال کنه. یعنی در مجموع خوب است، اما دو هفته را در بر میگیره برای واکسین که امو فل تاثیر کلیش ظاهر شود، یعنی انتیبادی ساخته شود و بتونم مقابل میکروب مشخص دفاع کنم. بسیار خوب. خب دکتر سبگ لطف کردین که در مورد موثریت واکسین و مفاد واکسین فلو و ضررهایش معلومات بدین. خب اول خب بخوب سرط خلاص ضررهایش هم میگم. واکسین فلو کدام ضرر مشخصه که خطرناک باشه نداره؟ در استثناء یکانه استثناء که هست کسایی که عکس العمل الرژیک جدی مقابل واکسین داره، نه کسایی که یک سوال سابق میشد که آیا مقابل تخم حساسیت دارین و که میگه بله واکسین نمیدادش، حال او مثلا نیست بله. او هم دلایل داره و اینی مردم استثناء است که عکس العمل شدید معافیتی مثل انافلاکتیک شاک که یک نفر زوف میکنه فشارش پایین میفته که بسیار نادر است بله. در غیر از او ایجادتر نعراض جانبی که داره مثلا در ناحیه که زخم میشه ممکن یک تورم، یک پوندیدگی، یک سرخی با وجود بیاد یا مثلا یک جاندردی عمومی پیدا شه یا تب خفیف بکنه که این هم یه اعراض به صورت عموم در دو روز برطرف میشه و بهترین تداویش گرفتن مایعات، یک کمک استراحت و دوای اوور دی کانتر، یعنی دوای ضد تب مخصوصا تایلنول، زیاد از او کدام چیز نداره و گرفتن مایعات کافی و ای از دو روز زیاد دوام نمی کنه. اما اگر آدم فلو بگیره، فلو به طور گفتیم اعراضش میتونه خفیف باشه، میتونه شدید باشه، میتونه باعث نمونیا حتی سینه بغل شد و میتونه حتی باعث مرگ شخص شد، نظر به ای که کدام کوموربید چی داره، چی مرضای دیگه داره. حالا این تمام اختلالات شنمی است به صورت عموم بسیار مسئول است. در قسمت مفادش، خب اولیست که ای باعث از این میشه که ما را مقابل ویروس های دگه یا ویروس انفلوئنزا A، انفلوئنزا B و ممکن همین سیستم معافیتی وقتی که بتونه قوی باشه مقابل دگرها هم آدم مقاومت کرده بتونه و ای مدافع از ای حد اقل مطالعات شده نشان داد که حد اقل تا 90 روز یا 3 ماه هست باید رو استرس پایین میه و دلیل دیگه که من نمیخوام جواب سوالتان رو دادم یعنی بله. خب تمام شد جوابتان یا انوزا مانده صحبتتان؟ نه تا جواب تمام شد. بسیار خب. بعضی ها فکر میکنن، باز هم یک مسکنسپشن که فکر میکنن که واکسین امی مقاومت و یا وجود پایین می سازه، مقاومت خود وجود یا ایمیونیتی پایین می سازه و اگر کس واکسین نداشته کنه باشه خودشان از چهار طرف انتیبادی ساخته می تانن وقتی که اکسپوز باشن، آیا این واقعیت داره؟ واکسین به هیچ وجه سیستم معافیتی رو تضعیف نمی کنه، همونطور که میکانیزم شد گفتم سیستم معافیتی رو تنبیه می کنه بله. وقتی ما سیستم رو تنبیه بکنیم اون بیدار میشه، وقتی بیدار باشه چون انتیبادی می سازه مقاومت انسان بلند میره و طبعا ای خو معافیت که میته این معافیت اکتیو است، سیستم معافیتی رو تنبیه می کنه، اما معافیت کسبی است، یعنی ما یک واکسین برای مریض دادیم که این معافیت رو پیدا کرد. انسان وقتی که به ویروس، به خود ویروس هم معروض میشه باز هم میتونه معافیت بده، مگر آیا آدم میخواد که منتظر باشه تا که مریض شود؟ در طول از اون وقت که اول ایست که دوام مرض ممکن طولانی تر باشه نه. و دوم ایست که در این مدت زمان که این انتیبادی میسازه و کور میشه د
تایی زمان متاسفانه چقدر مردم دیگه را این مصاب میسازن، چقدر وقت از کار میفته. مثلا معمولا احراز مرض ممکن یک هفته یا تا دو هفته دوام کنه. یادم اگر کارم میره خود نوبت احساس میکنه در کار اول باید نره، برای از اینکه دگران میتونه مریض بسازه، به دگران میتونه مرض انتقال بده. مخصوصا اگر در کلینیک کار میکنه آدم، در مؤسسه طبی کار میکنه، شفاخانه کار میکنه، یا کسایی که معلم هستن با شاگردا سرکار دارن، این میتونه یک نفر میتونه باعث مریضی بسیار اشخاص دیگه شود. یعنی آدم منتظر نباشه که معافیت طبیعی بر آدم، خب معافیت طبیعی تنها بر خود از این معافیت میده، اما وقتی که مکروبار و دگاه پخش کرده دگاه معافیت داده نمیتونه. یعنی توصیه اشد اینمی است، خصوصا تنها بر همکارانی، بر خود فامیل آدم، یک پدر داره آدم، مادر داره، دوست دیگه داره که مریض است، سیستم معافیتی ضعیف است، سنش زیاد است، اونا آدم های آسیب پذیر هستن. یا اطفال کوچک، این دو گروه اطفال کوچک سن بالا این کسایی هستن که زیادترین تلفات میدن. و در امریکا میتونیم بگیم حداقل 35,000 نفر سالانه میمارن و تعداد بشمار بستر میشن به دلیل، و این خود از یک بار اضافی مادی هم سر آدم میاره، ولو که انشورنس کبر کنه باز هم یک بار اضافی است. اما آدم اول خود ناراحت احساس میکنه، زیادترین ناراحتی که از وکسین آدم احساس میکنه، گفتم اگر باشم عراض بسیار خفیف، تب بسیار خفیف، جاندردی بسیار خفیف، مثلا سرخی مناحیت، درد مناحیت، برای یک یا دو روز که اون خفیف است. اما این مقایسه کنه با خود فلو که حتی اگر شکل بسیار شدیدش نباشه که باعث اختلاط هست مثل سینه بغل اینا شوه یا بستر شوه، اگر اون اختلاطات نباشن بازم برای یک دو هفته اینمی اختلاط عراض که پیشتر ذکر کردیم، سرفه، ریزش بینی، ریزش خارش چشم و سرفه و حدسه و جاندردی و درد عضلات، این کل از یه حداقل یک دو هفته دوام میکنه که این بهتر است با مقایسه یکی دو روز عراض بسیار خفیف. بسیار خوب. خب دکتر صاحب، چی کسایی نباید واکسین بگیرن؟ آیا گروپ هست که نباید بهشون توصیه نمیشه که واکسین بگیرن؟ میبخشید من سوال نشنیدم. چی کسایی نباید واکسین شون؟ آیا کسی هست که نباید واکسین؟ بله، واکسین انفلوئنزا همطور گفتیم از سن 6 ماهه و بالا هیچ لیمیت، یعنی محدودیت سنی ندارد بالاتر. از سن 6 ماه تا 7 سن سال که باشه هر سال توصیه میشه. دلیل شما اگر خواستین من میگم که چرا هر سال توصیه میشه، و نه تنها همونطور که گفتیم برای تکرار 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 میکنم که نه تنها برای خود، برای حفظ صحت اطفال، حفظ صحت اعضای دیگه فامیل و همکارا و دیگه در مجموع جامعه. یعنی کدام ضرر نداره. بسیار خوب، بسیار خوب. خب دکتر صاحب، اگر لطف کنین بگوین که در فرق ریزش زکام و سینه بغل چی است؟ چطور بفهمیم که ما مثلا فلو نیست ریزش داریم و یا ای که سینه بغل هستیم زکام داریم؟ انفلوئنزا همطور گفتیم انفلوئنزا ویروس باعث است، انفلوئنزا A و B زیادترین و معمول ترین است. انفلوئنزا A خطرشی است که او میتونه باید چون از انسان میتونه به حیوانات انتقال کنه و این میتونه تا باعث پندمی شوه، یعنی باعث او باشه، اما اردوش بسیار سوری است. انفلوئنزا B زیادتر انسانان مصاب میسازن و حیوانات انتقال نمی کنن و فرق مثلا فرق ریزش است، چه وقت بفهمیم که ریزش داریم، چه وقت بفهمیم فلوئیده انفلوئنزا عرازش همونطور پیشتر گفتم سرفه، تب، جاندردی، ریزش بینی، ریزش عوض بینی و در مجموع یک احساس ناراحتی، و این عاملش انفلوئنزا A یا انفلوئنزا B میتونه باشه. اعراض شدید است. از ریزش که ویروس دیگه باعث ازی است، اون ویروس کاملا متفاوت است، به نام راینو ویروس میکنه، ویروس هایی به نام راینو ویروس باعث ازی شود، یا
ویروس های پر انفلوئنزا که ویروس های متفاوت است باعث ریزش شود و ایست که ویروس های دیگه مثلا ویروس های که از فامیل کرونا ویروس، کرونا ویروس هدف از کووید نیست، کرونا ویروس بسیار ویروس های دیگه داره که اون میتونه باعث ریزش شود. در ریزش اینمی عراض علایم را که پیشتر ذکر کردم وجود داره اما خفیفتر. بله. در انفلوئنزا اعراض علائم شدیدتر است، جاندردی شدیدتر است، حتی بعضی وقتا میتونه که دلبدی استفراغ داشته باشه، اسهال داشته باشه که زیادتر پیش اطفال زیادتر دیده میشه، اما میتونه پیش کرونا هم باشه. در ریزش این اعراض علائم بسیار خفیفتر است نسبت به انفلوئنزا و نمونیا یا سینه بغل یک چیز کاملا متفاوت است. اشخاص که سینه بغل یک التهاب میکروبی طرق تنفسی سفلی است، یعنی ششهاست و فلو و انفلوئنزا و زکام یا همین ریزش ای زیاده از طرق تنفسی علوی است. مگر اگر همین انفلوئنزا را تداوی نکنیم، تداوی به وقت نکنیم، یا مثلا کسایی که واکسین نمیگیرن و این سیستم محافظتشان ضعیف میباشه و این ویروس میتونه اگر پایین بره ششها را مصاب بسازه، این میتونه به صورت ثانوی باعث التهاب ششها شود که اینمی نمونیا یا سینه بغل است. نه. و این میتونه سینه بغل یک مرض پنجمین کشنده چی است؟ به حساب پیش کایلا است، یک مرض جدی است. نمونیا اعراض که داره تب شدید، سرفه، بلغم یا productive cough که بلغم میداشته باشه، بلغمش معمولا رنگش سبز است یا حتی تیره، باز وقتا خون میتونه باشه. دیگه اصرت تنفس، مریض بسیار مشکلات داره که تنفس بکنه و تب عمومی میداشته باشه، جاندردی میداشته باشه. یعنی این یک مرض است که در اینجا مهمترین مسئلهش سرفه، بلغم و اصرت تنفس یا دسنیه میباشه. بسیار خوب. خب دکتر سب، حالا که فکر میکنم یک چیز نو است که اول همکار عزیز آیا هستین؟ به خاطر که فکر میکنم که یک لینک دیگه باید بر ما بفرستین. خب همکار ما البته بیرون رفتن. دکتر سب، قسمی که شنیده میشه آله وقتی که بعضی بسیار مریض میباشن، وقتی پیش دکتر میرن یا ارژن کر میرن، تست میکنن، دو تست هم نشان میده که آیا کووید داره یا فلو هم، یعنی کنفرم میشه برای لب تست. بله؟ وقت من میخوام پرسون کنم که من باید لینک دیگه رو بگیرم یا نه؟ خیلی صحبت تو را ادامه بدین، به خاطر که فکر میکنم همکار ما داخل اتاق کنترل نیستن. شما صحبت کرد، خب هستن. بله، لینک روان کردین البرت جان برم؟ خب لینک برم روان میکنن، شما میتونین سوال جواب بدین. خب من به اطلاعات جواب سوال شما باید بگم که یک فعلا چون تایپ اندمیک چیزی که امروز یک اصطلاح طبی نیست، اصطلاح علمی نیست، اما زیاد استفاده میشه تایپ اندمیک و ای سه ویروس داره برمیگیره، یکی RSV یا Respiratory Syncytial Virus، دیگه انفلوئنزا و کووید که یک تست است که هر سه ویروس میتونه تست بکنه. برای از اینکه اعراض از یا بزیاد مشابه است و RSV که Syncytial Respiratory Virus است، ای زیادتر پیش اطفال می باشه اما میتونه کایلا رو مصاب سوزه و حتی باید مرگ و میر یک تعداد زیاد کایلا میشه سالانه. اگر حالا ما شما یک مریض داشته باشین که کووید داره و ما او را برای فلو تداوی کنیم، خب تداوی به خیلی ما درست است. یا ایست که مثلا یک مریض از فلو داره ما برای کووید تداویش کنیم نادرست است. و RSV یا Respiratory Syncytial Virus او کدام چی نداره، تداوی نداره تا باله. به او خاطر وقتی که شما میرین معمولا حالا که مریضا میرن به اتاق عاجل یا به Urgent Care میرن، این تست که سرسیر تست میکنه برشت را میشه که در این وقت در سه تست در این باتری هر سی تست هست برش میکنه، میبینه که آیا ای کووید داره یا RSV داره یا انفلوئنزا داره یا هیچ کدامش نداره. نظر به اون آدم باید تداوی بکنه. این رپید تست هست، تست هست که در مجازل برای جواب میده، خب نسبی ریلایبل است.
بله لینکم برتان روان کنیم دکتر سید. من کوشش میکنم تشکر دیگه اساساً زنده باشین. برای خب وقتی که کنفرم شد که مثلا یک شخص کووید نداره بلکه فلو داره، آیا برای فلو همیشه ضرور است که باید آنتی بیوتیک گرفته شود؟ این سوال بسیار فوق العاده خوب است. فلو یک ویروس است، همطور گفتیم ویروس عامل فلو است. بله. و هیچ آنتی بیوتیک موثر نیست برای ویروس. بله. غیر دوای آنتی وایر. بله. یعنی ما اگه دوای چیز استفاده بکنیم او کار نمیده. بله. حیف هم پس جون شدم یعنی نه خنی انوز خونه ایف چیستس یعنی ما نمیتونیم برای هیچ مرض ویروسی آنتی بیوتیک استفاده کنیم. آنتی بیوتیک اگر استفاده کنیم میکروبای خوب میکشه، میکروبای خراب میکشه. آنتی بیوتیک یعنی ضد حیات. بله. ضد حیات میکروب. ما وقتی که میکروب میگیم، میکروب چند چیز در بر میگیره که خلاص بگم، یکی باکتری است که آنتی بیوتیک ها زیادتر مقابل باکتری ها کار میده، دیگه ویروس است که مقابل ویروس آنتی بیوتیک قطعا کار نمیده، و دیگه پارازایت است و دیگه فنگس است. دیگه به اون خاطر ما نباید برای امراض ویروسی من جمله کووید من جمله انفلوئنزا آنتی بیوتیک بگیریم. بله، در بعض حالات که همونطور گفتیم که اگر این مثلا به وقت زمانش تداوی نشه یا کسایی که سیستم معافیتی ضعیف دارن و اینا را نمونیا میگیره برای اینکه یکی از اختلالات از امراض امی است که میکروب میره پایین ششم اعصاب میسازه و باعث نمونیا سینه بغل میشه، در اون صورت باز میتونه آنتیبیوتیک بگیره. اما اگر برای خود انفلوئنزا آنتیبیوتیک قطعا تاثیر نداره، ضرر هم داره. بسیار خوب دکتر سب، ببخشین که در زوم شما گرفتین برتن ما خو نمیبینیم تا فکر کنم که وصل شم، فکر کنم شاید وصل شده باشه. نه خیلی وصل نشدین. خب دوستای عزیز، امیدوار هستم کسایی که ناوختر ما را امروی ما پیوستن باز بعد از ختم برنامه میتونین که برنامه را شروع ببینین، بسیار معلومات خوب و مهم است برتان. به هر جایی که هستین، به هر جای دنیا که باشین، این معلومات برنامه امروز بسیار زیاد برتان مفید واقع میشه. و دکتر سب، آیا برای از این که ما وجود خود خب چون سر آنتیبیوتیک صحبت میکنیم، اول باید اول سوال کنم برای زکام و برای کدام وقت ضرور است که آنتیبیوتیک بگیریم، آیا باید گرفته شه و یا نه؟ برای زکام هدفتون از رزش است؟ بله. برای زکام هم آنتیبیوتیک گرفته نمیشه، برای اینکه همونطور گفتیم عامل زو ویروس است به نام راینو ویروس. پس چه وقت آنتیبیوتیک ضرور است؟ آیا باید مثلا کلچر گلو گرفته شود که استرپتروت یا کدام باکتریا نباشه؟ چطور بفهمیم که بعض اوقات ما خود ما هیچ میدون از اینکه کدام معاینه لابراتوری مکمل شود دکتر بر ما آنتیبیوتیک میده، از روی چی میتن؟ پس اولی است که وقتی که اینا مثلا یک سواب میگیرن یا در گلو یا در بینی، بله، اونجا مشخص این سال دمی تست که پیشتر گفتم، بله، برای شما یک کووید است یا انفلوئنزا است یا راینو ویروس یا مثلا، بله، ریزش است. اگر هر کدام از این باشه، اینا دوای مثلا دوای مشخص خود داره، نه دوای آنتیبیوتیک. بله. برای هیچ کدام از آنتیبیوتیک داده نمیشه به استثنای حالات که اختلاط داده باشه و مرض وقتی که ویروس سیستم از ضعیف بسازه، میکروبایی که در وجود است اون حتی میکروبایی که باعث مرض نمیشون چون سیستم معافیتی ضعیف میشه، اینا میتونه مرضی شون و باعث امراض باعث انتان ثانوی یا سیکندری انفکشن که یکی از این نمونی هست یا سینه بغل است، در اون صورت باز برشون آنتیبیوتیک میده. اما در غیر از اون آنتیبیوتیک درست نیست و بسیاری مریضا، من نمیفهم که سال چی شد، یعنی لک برخراش نده، بسیاری مریضا اصرار میکنه وقتی پیش دکتر میره به من آنتیبیوتیک بده. برای ویروس آنتیبیوتیک قطعا رول نداره، تاثیر نداره.
بله، همین چیز از خاطر میخواستم پرسم. بعض اوقات بسیاری فکر میکنن که وقتی انتی بیوتیک گرفتن دیگه جور میشن، خودشان از دکتر خواهش میکنن که انتی بیوتیک برشان بدن. بله، اشتراک میکنن. این زیاد معمول است، نه تنها در افغانستان، در اینجا هم بکر است و او هیچ مفید نیست بلکه مضر هم است. نباید انتی بیوتیک برای یک مرض ویروسی گرفته شد. بله. خب دکتر صاحب، اگر بر علاوه واکسین فلو برای وقایه و جلوگیری و ورزی که ما وجود خود را مقاومت برش ببخشیم که جلوگیری کنه از این مریضی ها، نه تنها از فلو، از همه چیز، چی چیزهایی کرده میتونیم که خود یعنی نگاه کنیم؟ اول ایست که مهمترین مسئله ایست که سیستم مافیتی انسان است دفاع میکنه مقابل ویروس، مقابل بکتریا، مقابل فنگس، مقابل پرازیت. بله. وجود انسان دفاع میکنه و حتی می انتیبیوتیکا یا بعد اواز انتیبایال هم که میتیم بگ میکنیزم نه بگ میکنیزم بالاخره سیستم مافیتی تنبیه میکنه که مقابل ویروس مبارزه بکنه. به اون خاطر بهتر همی هست که آدم غذای بسیار خوب بخوره، غذای بلنس که زیادتر سبزیجات و میوه‌جات باشه. دیگه سپورت باید همش آدم بکنه که سیستم مافیتی تنبیه شه و قوی باشه. و دیگه مهمترین مسئله خصوصا در قسمت انفلوئنزا گرفتن واکسین است که مؤثرترین راه آسان گرفتن واکسین است. به اون خاطر اینی نه تنها برای خود، برای دیگه هم آدم یک مسئولیت میده که واکسین آدم بگیره. یعنی تا بالا که ما چیزی که داریم مقابل انفلوئنزا مؤثرترینش واکسین است و طبعا و اهتماماتی که مثلا پوشاندن دهن یا بینی، دست زدن و اینا و شستن دستا و استفاده از ماسک. یک مسئله که باید بگویم که برای انفلوئنزا ما دوای خاص داریم که پیش همگی استفاده نمیشه، اما پیش اشخاص مشخص، گروپ های مشخص اشخاص، معمولا اونایی که سیستم مافیتیشون ضعیف است یا سنشون زیاد است یا امراض مزمن دیگه داره، اگر در 48 تا 72 ساعت اول، یعنی 2-3 روز اول داده شوه یا زمانی که احراز علائم شروع میشه، اگر داده شوه شاید بسیار کمک بکنه. و او دوایی است که دوای مختلف است، تقریبا 3-4 دواست که زیادترین و معمول ترین شک دوایی است با نام تامیفلو که همگی باش آشنایی دارن و این آسل تمبر نامش است، نام علمیش است، در بازار با نام تامیفلو است. دیگه زنمویر است، دیگه که نام دیگه رولنز است و پرنمویر. این دوایی است که اما این دوا بره اشخاص که کوموربیدیتی دارن، اشخاص که سیستم مافیتیشون ضعیف است و در خطر عزی هستن که ممکن اختلالات جدی بدن و پیش از او استفاده میشه. همچنان خصوصا در مریضایی که در نرسینگ هوم هست و مریضایی که امراض بسیار جدی دارن، ترانسپلانت شدن نگپا، در بعض حالات به صورت وقایوی هم این تامیفلو برش داده میشه. برای تداوی معمولا در روز، روز دو دفعه برای در روز میگیره و در حالات که یه اشخاص در خطر جدی قرار داشته باشن، در اشخاص نادر این به صورت وقایوی هم داده میشه، مگر برای کلگی داده نمیشه، برای کلگی درست هم نیست. بسیار خوب. تامیفلو خب دوایی است که پرسکریپشن است، اوور د کانتر نیست که بگیرین. نه نه نه، این بله دوای پرسکریپشن است، باید پیش دکتر بره و اگر از 3 روز اعراض علائم زیادتر شده باشه بازم ممکن مؤثر باشه، اما مؤثرش بسیار کم است. یعنی بهتر است همیست که باز مردم هست که بسیار زود زود پیش دکتر میرن، در که عاجل دوتا خواهش لازر است. باز مردم هست که تا که خوب خرابی نکنن باز زود نه پیش دکتر نه، باز خرابی کشن باز پیش دکتر میرن. این مردم ها باید متوجه باشن که اعراض جدی داشته باشن، اگر امراض خطرناک دیگه داشته باشن، خصوصا اینو کامپرمایز باشن، یعنی دوای بگیرن که سیستم مافیتشون رو تضعیف میکنه یا امراض مزمن شرش گرده قلب اینا داشته باشن یا ترانسپلنت باشن، اینا با مزده که اعراض علم متوجه میشن باید عاجل بر دکتر با دکتر با تماس شن، یک تلفن بکنن و این اشخاص است که ممکن از گرفتن تامیفلو بهشون مفاد زیاد آید. چه بسیار خوب. خب آیا انفلونزا یک مرض کشنده است دکتر سیب؟ در اکثریت وقایع نه، اما
من تو پیشتر گفتم در امریکا بعد از سال 2015 تا 2019 ایسای مختلف وجود داره که بین 28,000 تا 52,000 نفره نظر به سال مختلف، یعنی تا بالا زیادترینش 52,000 کمترینش 28,000 داره که باعث مرگ میشه. بله میتونه باعث مرگ بشه، یک مرض جدی است. بسیار خوب. خب اگر لطف کنید در مورد خطرات سفرهای هوایی صحبت کنین و چطور میشه که در سفرهای هوایی از مبتلا شدن به امراض ساری جلوگیری کنیم؟ سفرهای هوایی در مجموع اونم خطر که گفتم که یک محیط بسته، بله، یک زیاد مردم جمع شدن، یک نفر حتی میدونه یا شرفه میکنه، یک مرض بیوسی رو داره، یک مرض انتونی رو داره، یک مرض ساری رو داره، برای کل اگه دوا انتقال میتونه چون هوای بسته است. بله. دیگه در تیاره و دیگه در میدان هوایی این فرمول است. بله. مردم از جای مختلف، یعنی یک کانورژن ماسک، از جای مختلف مردم در جای جمع میشن، از اون یک جای به جای مختلف کیت میشن، یعنی فقط یک تماس عادی کافی است که یک مرض آدم از افریقا بیاره یا از آسیا بره یا از یک استیت دیگه بیاره با کسایی که در از این میدان هوایی به دیگه جا پرواز میکنه و تماس حاصل کردن به هر جای دیگه انتقال بدهش. این خطر چی است؟ در بدایه در طیاره، در محیط طیاره باید هوا مثلا ونترای چی شده به حساب هوا کنترل میشه، اما باز هم چانس از این که آدم میکروب بگیره بسیار زیاد است، خصوصا از خطرناک ترین چیز در طیاره که آدم سفر میکنه همی تری است، همی در پشت سر سیت اینی زیاد و دیگه آدم هر چیز که تمام کوشش زیاد آدمی باشه در وسط سفر، نه تنها سفر هوایی بلکه تمام سفرها کوش کنه تا که امکان داره چیز رو تچ نکنه، مثلا دستگیره رو اگر آدم او قرار زیاد چوم نباشه که آدم حساب افسس کمپالسیو باشه، اما اگر یک چیز رو تماس میکنه کوش کنه مثلا تشنام میره اون کاغذ تشنام است و یک فلش میزنه اون کاغذ تشنام استفاده کنه، در دستگیری در روزه که میگیره کاغذ تشنام استفاده کنه و در طیاره حاضر قیاس و دیگه میتونن که اینا همی هند سانیتایزر با خود داشته باشن، باشن که یک چیز آدم تماس کنه خوب است که آدم دستور خود با مو هند سانیتایزر پوشوه، یا مثلا در تشنوه در هر جهاز در تهرام است در میدان هوایی هم تشنوه است برای صابون و مواد ضعف عفونی آدم میتونه دستور خود پوشوه، یعنی این نیست که آدم بسیار زیادتر کمپلسی باشه که هیچ چیز تماس نکنه، هر چیز آدم مریض بسازه، نه به اون افراد نه به این تفریده که آدم به هر چیز دست میزنه، طبعا چون مردم از جای مختلف میاد یک جان تراکم میکنن و از اون یک جای به هر جای پخش میشه، این خطر ازی زیاد است و در طیاره چون محیط یک محیط بسیار کوچک یک تعداد زیاد مردم خصوصا سفرهای طولانی که میباشن این تصمیم نیست که کلگی سالم از جور هستن، باز اشخاص امراض دارن که حتی خودشون هم نمیفهمن، مثلا امراض طرق تنفسی چون ایربورن است از طریق هوا انتشار میکنه بسیار با سادگی میتونه از یک شخص به شخص دیگه بره و خصوصا در سفرهای طولانی مردم خو میبرن. بله کنترل میره از بجادن. بله بله بوی. متاسفانه بعضی حال از روز که ماسک مندتوری نیست به تهران که میبینین بسیاری ماسک نمی پوشن، به میدان تهران که میبینین نمی پوشن، دیگه جان خود به خطر مندازیم. خب دکتر سه بعضی ها خب ما با شمول خودم که وقتی که میفهمیم که می ویروس فلو زیاد می باشه، وقت فلو سیزن فصل فلو می باشه، کوشش می کنیم که برای جلوگیری بعضی سپلمنت ها بعضی ویتامین های بگیریم، آیا لازم است و یا با یک مثلا ویتامین سی لیمو و مالتا یا چیز زیاد مصرف می کنیم آیا کمک می کنه؟ یه تو که چیز ثابت شده نیست، نقص هم نداره، مثلا اگر باز ویتامین سی می گیرن یک مسئله است که یک فرمول بود به نام میگا مولتی ویتامین، یک فرمول یک کس آمده بود در اوپرا وینفری پروگرامش آمده بود که افزاده بود خود از یک معلم مکتب بود او به میلیون ها دلار بود ساخت، یعنی کدام چیز ثابت شده نیست، اما اگر مثلا ویتامین سی هیچ نقص نداره چون یک ویتامین منحل در او است، اگر آدم زیاد هم بگیره کدام چیز نیست، نگه لیمو نارنج یا پات خیر از وام در ترمیم پروژه ترمیم وجود بسیار رول مهم داره، اگر کمبود باشه
خب او کمبود تکافو میکنه و اگر از جود باشه ای از ویتامین های نیست که منحل در شهر باشه تجمع کنه در بدن و باعث انتاکسیکیشن یا تسمم شود به اون خاطر ایش نقصه نداره. و دیگه یک مسئله دیگه که من باید خاطر شما بسازم که مثلا ریسرچ های علمی امروز هم نشان داده همون کارهایی که مردم در طول تاریخ کردن بدون از اینکه آگاهی داشته باشن که ویروس هست یا هر چیز دیگه که هست. مثلا مسئله مهم بیساری بود که شخصی که مریض میشد اوبر زیاد میدادن، چای مثلا مایات زیاد میدادن یا مثلا هوای مرطوب تنفس میکردن. همین وکس آدم میبینه که در امریکا هم خصوصا در تکساس که یک مثلا مردم هسپانی برای هر مرض وکس استفاده میکنن که اگر واقعیت آدم که نشه اگر مفاد نداشته باشه نقص به هیچ وجه نداره. دیگه اون کاری که در جامعه ما شما در جامعه سنتی ما شما میکردن او یعنی نقص نداره مفاد هم داره. برای خود ویروس کدام چیز نیست که ویروس از بین ببره، بسی که تو انتیویرال نیست، اما سیستم معافیتی رو بوست میکنه، تقویه میکنه. به اون خاطر این ویتامین هایی که مثلا سیادتر آدم میبینه، یکی از مسئله که در مسئله کووید خصوصا دیده شد کسایی که ویتامین دی دیفیشنسی داشتن، یعنی کمبود ویتامین دی داشتن، اینا زیادتر مرض مریض بودن و اگر شدت مرض میشون زیادتر بود. به اون خاطر توصیه میشد که ویتامین دی بگیرن، نه به این مفهوم که ویتامین دی باعث تداوی از اون میشه، اما کسایی که ویتامین دی شون پایین است، چون ویتامین دی در پولیوزی که در صحت استخوان، صحت عضلات، صحت دندان رو داره، در بوست سیستم معافیتی، در تقویه سیستم معافیتی هم رول بسیار مهم داره و بسیار تعجب‌آور آور است که مثلا فیصدی کسایی که به ویتامین دی فقدان ویتامین دی مصاب هستن در امریکا، مثلا در استیت که مخصوم در تکساس که تقریبا هر روز آدم به هفته و مریض است زیاد است، تقریبا حدود 40 یا 42% مردم ویتامین دی دیفیشنسی دارن. زیادتر این را توضیح میکنن که این مردم از هفته و پت میشن و خدا میپوشن و نگه پا. مثلا من مجزوی دارم که بازشون کانسترکشن ورکر هستن یا انجینر های فیلد هستن که میگه که من هر تمام روز در هفته هستم و از هفته و پدام نمیشم، بازم فقدان ویتامین دی داره و امراض هم ندارن که باعث مانع جذب ویتامین دی شد. دیگه این باز چیز که توضیح نداره دواله. اما در مجموع اگر اشخاص کاهل اما ضرورت روزمریشون هم مثلا ویتامین دی 800 تا 1000 یونت یا 1000 میلیگرام هم کافی است که ویتامین دی برای کولیکل سفرول یاد میشه و ویتامین دی 3 که اوور کانتر هم هست، در هر مغازه هم فروخته میشه. آدم یک کپسول روز بگیره، یک تابلیت بگیره، هیچ نقصی نداره. یک خطره که اگر آدم فوق العاده زیاد بگیره ویتامین دی، چون یک ویتامین است منحل در شهر، میتونه که اگر زیاد شد بگیره آدم باعث تسمم شود که اون بخواهر بسیار بلند است. اما ای که این ویتامین ها رو که مردم میگن که بر تقویست معافیتی خوب است، ای نه زدش ثابت شده نه پروف شده، اما نقص نداره. بسیار تشکر دکتر صاحب، وقت ما متاسفانه پوره شده. از معلومات خوبتان، از وقتتان بسیار زیاد تشکر، بسیار لطف کردین، بسیار ممنونتان. متشکرم، تشکر از شما، تشکر از بیننده خوب و همیشه برنامه مفید و موثرتون. تشکر، زنده باشین. خب با تشکر مجدد از محترم دکتر سب اوریا و از شما بینندگان عزیز که برنامه رو میبینین و همیشه پشتیبانی میکنین و از همکار عزیز، برنامه امروز به امینجا به پایان میرسانیم. تا هفته آینده خداوند یار و مددگارتان. خدا دانش دل پیر برنا بود.